برای صحبت بیشتر در این باره سید نادر آموزگار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران با ما هستند. سلام و خوش اومدید به برنامه. آقای آموزگار، با توجه به وجود مافیا در گسترش دخانیات یا افزایش برخی آلاینده ها توسط برخی از نهادهای حکومتی مثل شهرداری و وزارت نفت، آیا امیدی به چاره‌جویی در زمینه آلودگی هوا در تهران وجود دارد؟ سلام علیکم، خسته نباشید. ظاهرا حکومت عزم جدی برای مبارزه با آلودگی هوا رو نداره. از جمله مازوت سوزی توسط تولید کننده های برق که قبلا با گاز انجام میشد، به خاطر کم شدن حجم گازی که در نظر گرفته شده برای شهرهای بزرگ از سیستم سراسری گاز کشور، یکی از علل عمده این آلودگی. از جمله علل دیگه میتونیم به وجود خود فرودگاه مهرآباد در نزدیکی تهران اشاره کنیم که موقع تیک‌آف هر کدوم از هواپیماهای مسافری به اندازه چند هزار خودرو آلودگی ایجاد میکنه در شهر. از طرفی مثلا شما فرض بفرمایید یک کشوری مثل چین که قبل کمتر از یک دهه پیش یکی از کثیف‌ترین هواهای شهری رو در پایتخت و شهرهای بزرگش داشت، الان یکی از پاک‌ترین هواهای دنیا رو داره. این حکومت چین تصمیم گرفت که خودروهای سوخت بنزینی رو به کل از سیستم خودروسازی شرط کنه برای خودروهایی که برای داخل تولید میکرد و مشکل رو حل کرد. این قضیه دخانیات رو که بهش اشاره فرمودیم احتیاج به برنامه‌سازی داره. مثلا ما میبینیم که میرزای شیرازی یک فتوای تحریم تنباکو داد و تا سطح دربار رفتش، کسی مصرف نمیکرد. آقایون علما حتی میتونن در این کار کمک کنن. این به این بی‌عقلی واقعا تو این هوای آلوده که جوانای زیادی که ما میبینیم که آلوده شدن و سیگار کشیدن و دختر بهتر متاسفانه تا پنهای بالا دارن در واقع خودکشی میکنن، دارن خودکشی میکنن، کار بسیار بی‌عقلی. ولی اینی که تاثیر بذاره توی هوا گمان نمی کنم بود دخانیاتی در اون حدی که موتورخونه ها، کارخونه ها و خودروها دارن هوا رو آلوده می کنن تاثیر زیاد توی این وضعیت اون سلامت شخصی اون بچه ها به خطر می دازه. بله، نقش مردم تهران برای کاهش آلودگی هوای شهر و حفظ سلامتشان چه چیزهایی می تواند باشد؟ مردم تهران و شهرهای بزرگ دیگه زیاد کاری اونطوری که از حکومت برمیاد از دستشون بر نمیاد، ولی خب استفاده از وسایل نقلیه عمومی میتونه کمک بکنه. همچنان ما شاهدیم که این دو ماهی که آلودگی هوا داره این همه کشدار میکنه و نسبت به سال پیش اینقدر افزایش پیدا کرده، ترافیک سنگین رو در ساعتهای پیک ترافیک همیشه داشتیم. کاری که میتونم بکنم از مترو و اتوبوس و این تو وسایل نقلیه عمومی حداقل تاکسی استفاده کنن، از خودروهای تک‌سرنشین استفاده نکنن و فرهنگ سازی که عرض کردم در زمینه دخانیات برای سلامت عمومی باید انجام بشه که متأسفانه کاری در این زمینه نکرد. بله، جناب آقای آموزگار، چنانچه عزم جدی برای حل مشکل آلودگی هوای تهران از سوی مراکز دولتی صورت نگیرد، چشم‌انداز آینده تهران و سلامت مردم شهرها چگونه ارزیابی میکنید؟ والا این مشکل وارونگی یا اینورژن که به قول انگلیسی ها میگن، هرچی هوا سردتر بشه، امسال با وجود اینکه ما خیلی پاییز سردی هم نداشتیم ولی این مشکل خیلی شدیده الان و داره کشتار میکنه، همینجور که مسئولین گفتن. ولی فقط میتونه امیدوار باشیم که خب زمستون هم خیلی سرد نشه، و چون اون سرما باعث میشه که دود و دمها بیشتر در سطح پایین شهر بمونه و سلامت مردم به خطر بندازه. ولی به حکومت من خیلی امیدی ندارم. آماری که دادن از 20 و چند نفر به 30 سازمان که مأمور شدن به انجام این کار، فقط 16-17 تاشون وظایفشون عمل میکنن، بقیهشون اصلا حتی همون وظایفی که حکومت به گردنشون گذاشته رو انجام نمیدن و حکومت هم قدرت این که سوال کنه ازشون شما با توجه به این
از احادی که برای مردم پیش اومده چرا دارید به وظیفتون در این مورد عمل نمی کنین؟ این کار رو هم گمون نمی کنم کرده باشه. متشکرم از شما. اولویت هایی که حکومت دارم متاسفانه اولویت های دیگه یه سلامت مردم ظاهرا در اولویت نیست.